اون نیستان که مولانا میگوید ما را از او بریدن، در یک تفسیر عبارت است از اون جهان بی صورتی، جهانی که ما از یکدیگر انفکاک و تجزی نداشتیم و همه یکی بودیم. حالا توضیح خواهم داد یعنی چی ما همه یکی بودیم. بعد وقتی که آمدیم و صورتمند شدیم، آنگاه ما اشیا و افراد مختلف شده ایم. گویی که ما رو از نیستان بی صورتی بریدند و در این عالم با صورت و پر صورت در آوردند، یا از عالم وحدت جدا کردند و در این عالم کسرت آوردند. پس نیستان همون عالم وحدت و بی صورتی است و جهانی که اکنون ما در او زندگی میکنیم جهان کسرت است یا جهان صورتمند و پرصورت است. خب بیانهای دیگری مولوی داره که خیلی آشکارا همین معنا رو تأیید می کند که منبسط بودیم یک گوهر همه، در همین دفتر اول است، منبسط بودیم یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم اون سر همه، چون به صورت آمد و نور سره شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق. ما همه یکی بودیم، همه منبسط بودیم و یک گوهر همه، بدون تفاوت بدون فرق، مثل آب یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بیگره بودیم و صافی همچون آب، مثل یه نور که نور سفید است، اما همین که در منشور تابید این نورها صورتها و رنگهای مختلف پیدا کردن، سرخ شد، سبز شد، آبی شد، نارنجی شد و غیره، و الا پیش از منشور یک نور واحد سفید بودیم، آب بودیم، آبی که بی شکل است ولی وقتی که در ظروف ریخته شد اشکال مختلف پیدا میکنه، استوانه میشه، مکعب میشه و شکلهای دیگر میگیره. پس و این زمانی نیست، یعنی فکر نکنید یه وقتی میلیون ها قرن پیش یه آب بی صورت، یک آفتاب تابنده یک رنگ داشته ایم که آنگاه در منشور تابیده یا اون آب در ظروف مختلف ریخته شده و اکنون چنین است که هست. نه، همین الان این چنین است. ببینید این نکته خیلی مهمه که شما برای درک زبان عارفان بدانید که اونا حرف تاریخمند نمی زنن. اصلا زمان بیرون از داوری های اینها قرار می گیرد. وقتی که میگه در ازل پرتو عشق پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، این ازل همین الانه، نه اینکه در ازل یعنی مدت ها پیش. ما مدت ها پیش نداریم. لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ ماضی و مستقبلش نسبت به توست، هر دو یک چیزند و پنداری که دوست. در قیاس با ما، ما ماضی و مستقبل و گذشته و حال پدید می آوریم، اما بدون قیاس با ما و این جهان طبیعت و عنصری و جسمانی ما، اونجا که ماورای طبیعت است و عالم عقول است و عالم الوهیت است و جبروت است، زمان وجود نداره. زمان از مخلوقات خداوند است، اون هم مخلوقی که طبیعی است، یعنی متعلق به عالم طبیعت است. شما ورای این عالم طبیعت برید، اصلا این مخلوق حضور نداره، وجود نداره. دیگه وقتی که به خود عالم ربوبی و الوهی برسید که قطعا و قهرا چنین است، یعنی زمان در اونجا حضور ندارد. اما خب ما چون ذهنمون یه جوری ساخته شده، همطور که کانت میگفت جزء پیش شرط های درک علمی و ذهنی ما این است که ما اشیا رو همه رو تو زمان و مکان بگذاریم، درک لازمانی و لامکانی برای ما مشکله، شاید هم اصلا محاله. توجه میکنید مولوی قرنها قبل از کانت این حرف رو میزنه.